درود به شما براندازهای عزیز. تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای نجات از حمله اسرائیل همچنان ادامه داره. عراقچی هم امروز اعلام کرده که جمهوری اسلامی اصلاً خواهان جنگ نیست. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملاً برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم. از جنگ نمی‌ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. حالا که حمله اسرائیل از رگ گردن بهشون نزدیکتره، انگار همشون اشهدشون رو خوندن و به فکر سنگ قبرشونن. روز را ببینیم و اگر ندیدیم صاحب مزاری باشیم که بر سنگ آن نوشته باشند سربازی که در راه مبارزه با اسرائیل شهید شد. قالیباف میگه که آرزوش اینه که در جنگ با اسرائیل شهید بشه. با توجه به شناختی که ازش دارید فکر میکنید داره راست میگه؟ باور کنید اینا هر لحظه نفسهای نتانیاهو رو پشت سرشون حس میکنن. نیل فروشان که به تازگی در لبنان خونسا شده، قبل از رفتنش به سلامی گفته بوده که داری منو جایی میفرستی که دیگه برگشتی نداره. ایشون گفتن که من به سردار سلامی گفتم سردار من این مأموریتم از بیروت یه پایانش گلستان شهدای اصفهانه. در حال حاضر اسرائیل تبدیل به اسرائیل منطقه شده. مردم سوریه کمپینی رو به راه انداختن و از حزب الله درخواست کردند تا بشار اسد رو به عنوان جانشین حسن نصرالله انتخاب کنند. ما مردم ایران هم خامنه ای رو کاملا برازنده جانشینی حسن نصرالله میدونیم. امروز رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که عبدالملک الحوثی از پذیرش درخواست خامنه‌ای مبنی بر انتصاب وی به عنوان سرپرست حزب الله لبنان تا تعیین دبیر کل این حزب عذرخواهی کرده. یه آگهی استخدام هم از طرف مردم مخصوص آخوندها در فضای مجازی منتشر شده. در متن آگهی نوشته شده به یک روحانی شجاع و نترس برای رهبری حزب الله لبنان نیازمندیم با حقوق عالی و جای خواب. اما ارتش اسرائیل امروز یه شکار درست و حسابی داشته. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرده که محمد اصیل فرمانده نیروی رضوان حزب الله رو هم هدف قرار داده. امام جمعه اردبیل هم برای ترسوندن اسرائیلی ها گفته اسرائیلی ها باید خاک فلسطین را ترک کنند و الا در زمان ظهور امام مهدی با شمشیر همه شما را خواهد کشت. اما جالبه بدونید که یحیی سنواری که از بعد از جانشینی اسماعیل هنیه رفته تو سوراخ موش و تا این لحظه حتی یک ثانیه خارج نشده از خامنه ای درخواست 500 میلیون دلار پول نقد کرده. خامنه ای هم با درخواستش موافقت کرد. امروز خبرگزاری قوه قضاییه هم اعلام کرده که اون کارشناسی که روی آنتن زنده اعتراف کرده بود که پیجرهای منفجر شده در لبنان توسط سپاه به حزب الله داده شده بود به دادسرا احضار شده. ظاهرا سپاه شک کرده که مسعود اسداللهی کارشناس سیاسی صدا و سیما هم یکی از جاسوسای اسرائیل باشه. درست مثل قاآنی که خبرهای زیادی از نفوذی بودنش منتشر شده و همچنان مشخص نیست که دقیقاً کجاست. روزنامه کیهان که زیر نظر مستقیم خامنه ای مدیریت میشه امروز در واکنشی ابلهانه درباره غیبت عجیب اسماعیل قاآنی در یک گزارش نوشته پاسخ ندادن سپاه در مورد وضعیت قاآنی یک موفقیت چشمگیر است. اما لحظاتی قبل خبرهای فوری جدید و مهمی درباره حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شده. خامنه ای مدعی شده که موفق شده از چین یه هدیه ویژه دریافت کنه. رسانه‌های حکومتی مدعی شدن سپاه موفق شده از چین یه ضد هوایی فوق پیشرفته که با نام شکارچی خاموش شناخته میشه رو دریافت کنه. ضد هوایی که هر پرتابش فقط $1 هزینه داره و میتونه در 6 ثانیه با نرخ رهگیری بسیار بالا اهدافش رو در آسمان منهدم کنه. این رسانه ها تا این لحظه هیچ تصویری از این ضد هوایی در داخل ایران منتشر نکردن و مشخص نیست که واقعاً چین برای اولین بار به جمهوری اسلامی کمک کرده یا دارن از ترس حمله اسرائیل بلوف میان.
در مقابل رسانه‌های ابری هم مدعی شدند که آخرین چیزی رو که برای حمله به جمهوری اسلامی لازم داشتند به دست آوردند و حالا دارند به سمت ایران حرکت می‌کنند. رسانه‌های ابری مدعی شدند که ارتش ایالات متحده آمریکا بالاخره سامانه پدافندی ضد موشک بالستیک تاد رو در اسرائیل مستقر کرده. سامانه ای که گفته میشه قدرت انهدام موشک های بالستیک هایپرسونیک سپاه رو هم داراست و گویا اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی منتظر همین سامانه بوده. درست لحظاتی قبل بود که ترور آلارم این ویدیوی مهم رو از پرواز جنگنده های اسرائیل به سمت ایران، اونم در حالی که یک هواپیمای سوخت‌رسان اونها رو اسکورت میکنه، منتشر کرد. ترور آلارم با انتشار این ویدیو در پیامی مهم و فوری نوشت: جمهوری اسلامی وحشت زده است و به شدت در تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک است، اما برای آن خیلی دیر است. ما در راهیم. مشخص نیست که جنگنده های اسرائیل قراره مستقیم به آسمان ایران حمله کنند یا قراره در نزدیکی مرزهای ایران برای حمله نهایی مستقر بشن. لازمه یادآوری کنم که خامنه ای بیشتر از جنگنده های اسرائیل از خشم مردم ایران وحشت داره. خامنه ای فکر میکنه پناهگاه هایی که برای خودش در زیر زمین ساخته میتونه در مقابل بمبای سنگرشکن اسرائیل دووم بیاره، ولی به خوبی میدونه که هیچ تونلی نمیتونه مقابل قدرت مردم ایستادگی کنه. حالا که به خوبی فهمیدن بعد از اصابت اولین موشک اسرائیل به مواضع سپاه، صدا و سیما یا شاید هم بیت رهبری و حتی مجتمع ریاست جمهوری باید منتظر خروش دوباره خیابانها در همه شهرهای ایران هم باشن، تازه به فکر رفع فیلترینگ و نابودی گشتای ارشاد افتادن. حتی حاضر شدن روی آنتن زنده صدا و سیما به گشتای ارشاد و کسی که دستور ایجادشون رو داده، یعنی شخص خامنه ای و سردار رادان، هم فحاشی کنن. اگر مقاومت جدی است، این مقاومت فقط به واسطه خون دادن بچه های ما در جبهه و جنگ نیست، فقط به واسطه کشته شدن بچه های سپاه یا سرداران ما نیست. این مقاومت باید همه سویه باشه. خب ما نمیبینیم بانک ها چه میکنن، شکاف طبقاتی رو در واقع چگونه دارن دامن میزنن، چگونه ثروت های این ملت داره بلیده میشه. ما نمیدونیم بعضی به صلاح جهالت ها و نادانی ها، مثل درست زمانی که ما اسرائیل رو زدیم و غرور ملی در واقع تحریک شده و یک نوع انسجام ملی داره شکل میگیره، یه چهار تا احمق چهار تا ون میارن وسط خیابون که به این انسجام ملی ضربه بزنن و من نمیتونم، به لحاظ حقوقی برای من مسئولیت داره، ولی حسم میگه که اینها صادقانه نیست. یعنی در پس اینها در واقع اراده های بسیار بسیار به اصطلاح پنهانی وجود داره که میخوان ضربه به انقلاب بزنن، در که خودشون رو در قالب دوست انقلاب نشون میدن. یا یهو ما شروع میکنیم فله اساتید رو از دانشگاه اخراج کردن، در زمانی که ما باید اساتید رو به جبهه مقاومت بکشونیم، در زمانی که ما باید در واقع روشنفکران رو به جبهه خودمون بیاریم. این روشنفکرانن که میتوانن در برابر این رسانه ها مقاومت بکنن، اما ما به این وجوه قضیه اصلا توجه نداریم و این نقطه ضعف بزرگی است.